اسرائیل چه هدفی از این حمله داشت؟ اسرائیل به نظر خودش میخواد که ما رو بترسونه، ولی همونطور که آیه قرآن هم هست این لاینه عنکبوت سرسه و به زودی عدمه میره. اسرائیل به نظر میرسه که تو اهدافی که تو جنگ غزه داشته شکست خورده و تلاش میکنه که گستره جنگ رو بیشتر بکنه. به نظر میرسه که هدف اصلیش ورود مستقیم ایران به جنگه. آیا این حمله نشانه وحشت اسرائیل و جنونش از شکستای 6 ماه گذشته نیست؟ حتما همینطوره. اسرائیل حتی نتونسته به کوچکترین عضو جبهه مقاومت غالب بشه و از حماس شکست سختی خورده. بعد از گذشت 6 ماه هیچ کدوم از اهدافی که محقق اهدافی رو که مشخص کرده بود نتونسته محقق بکنه و تو همون قدم اول مونده، هنوز موشک‌ها شلیک میشه، فرمانده های حماس همه زندن و جبهه مقاومت در سراسر خاورمیانه بر ضد اسرائیل فعال شده و مهمتر از این افکار عمومی مردم همه دنیا بر ضد اسرائیل بسیج شده و این به نظرم شکست بزرگیه برای اسرائیل. بله، اسرائیل الان مثل یک حیوان وحشی زخمی که توی قفس گیر کرده داره خودش به هر دری میزنه تا نجات پیدا کنه. اسرائیل تو بحث نظامی ضربه های خیلی سختی خورده، بارها گفته جنگ گسترده رو با حزب الله شروع میکنه اما جرأتش رو نکرده. از یمن ضربات محکمی خورده، همه دنیای استکبار بر ضد یمن بسیج شدن ولی کوچکترین آسیبی به قدرت یمن وارد نشده. اما مهمتر از همه اینا اینه که اسرائیل به شدت تو افکار عمومی همه مردم دنیا منفور و مذموم شده. این به نظر من از همه شکست‌ها برای اسرائیل مهمتره. لبیک یا خامنه‌ای، لبیک یا حسین،